با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. جرم میلاد حاتمی، یکی از شاخهای اینستاگرامی بعد از ورود به کشور مشخص شد. اگر علاقه‌مند دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. میلاد حاتمی یکی از شاخهای اینستاگرامی و گرداننده های سایت های قمار و شرط بندی بعد از دستگیری در ترکیه توسط پلیس اینترپل وارد داخل کشور شد. بر اساس مصاحبه همسر میلاد حاتمی، یعنی خانم سحر حاتمی، با یکی از رسانه ها در خصوص دیپورت شدن میلاد حاتمی و منتقل شدنش به داخل کشور، سحر حاتمی در این خصوص این چنین گفت. سحر حاتمی در حالی که به شدت گریه میکرد و ناراحت بود، گفت: من تا الان نمیدونستم که میخواستن میلاد رو دیپورت کنن به داخل کشورمون. نه میلاد، نه وکلای میلاد و نه حتی من تا این لحظه چیزی در مورد دیپورت شدن میلاد نمیدونستیم. میلاد قرار بود امروز آزاد بشه، ولی یهو مثل اینکه ساعت 5:06 صبح بوده که میان بالای سر میلاد و بهش میگن که بریم و میلاد رو از طریق مرز بازرگان وارد کشور میکنن. سحر حاتمی در این خصوص گفت: ما در ابتدا فکر کردیم که میلاد رو از استانبول به وان منتقل کردن، چون معمولا زندانیا رو یه روز توی وان نگه می‌دارن. به خاطر همینم من با وکیلش تماس گرفتم و همراه با داییش رفتن به شهر وان، ولی اصلا میلاد رو در شهر وان نگه نداشته بودن و میلاد یکسره وارد داخل کشور شده بود. دوستان عزیز، جالبه بدونید که خانم سحر اشراف کامل به کلاهبرداری همسرش، یعنی میلاد حاتمی، داشته و داره و همچنین در ویدیوهای میلاد حاتمی یکی از مهره‌های اصلی برای سوء استفاده از مردم بوده، چون معمولا سحر حاتمی به هر سازی که میلاد حاتمی میگفت برقصه اونم میرقصید و سعی میکرد یه جورایی در جذب فالوور بیشتر و در جذب آدم هایی که در دام میلاد حاتمی قرار گرفتن با میلاد حاتمی، یعنی همسرش، همکاری داشته. سحر حاتمی در ادامه صحبتهاش با گریه و زاری و با آوردن بچهشون یعنی طلا که حدود 2 سالشه گفت: دوستان، الان وقت انتقام گرفتن نیست. میلاد هنوز 25 سالشه و یک بچه ای داریم که هنوز 2 سالش نشده. میلاد 3 ماهه که بچهشو ندیده. میلاد خیلی احساساتی هستش و اصلا پنیک داره. میلاد اصلا شرایط روحی خوبی نداره. لطفاً رحم کنید. لطفاً کمک بکنید. اینها صحبت‌های همسر میلاد حاتمی، یکی از گرداننده‌های سایت‌های شرط بندی و یکی از کلاهبردارانی بوده که جیب مردم رو خالی کردن و متأسفانه زمانی که پول‌هایی که به حسابشون واریز می‌شد و دل مردم رو آتیش می‌زدن، به فکر این روزها نبودن. چرا که خیلی از افرادی بودند که در دام افرادی مثل میلاد حاتمی، پویان مختاری، دنیا جهانبخت و حتی خود مونتیگو قرار گرفتند و متاسفانه زندگی هاشون از بین رفته و زندگی هاشون نابود شده. اما علت استرداد میلاد حاتمی مشخص شد. شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا، گفت: میلاد حاتمی یکی از گرداننده‌های سایت‌های قمار و شرط بندی و همچنین یکی از شاخ‌های اینستاگرامی از مسیر سایت‌های قمار به کلاهبرداری و جرایم سازمانی می‌پرداخت و همچنین اخبار نوجوانان بین سن 15 تا 17 سال که جرم اصلی میلاد حاتمی است. میلاد حاتمی به بهانه‌های مدلینگ و کسب ثروت، جوانان و نوجوانان را جذب و از آنها کلاهبرداری و سوء استفاده کرده بود. به همین دلیل برای میلاد حاتمی اعلان قرمز صادر شد و به کشور بازگردانده شد. اما بعد از میلاد حاتمی، نوبت ساسی مانکن با اون آهنگ پرماجراش نرو سمیه شد. اما این بار تهدید دادسرای ارشاد تهران برای ساسی مانکن یا همون ساسان یافته.
دادسرای ارشاد تهران روز چهارشنبه تهدید کرد که اگر کلیپ جدید ساسی مانکن خواننده رپ منتشر بشه، این دستگاه قضایی علیه او به اقدام قانونی دست خواهد زد. هفته گذشته انتشار تیزر یا قطعه کوتاه از ترانه جدید ساسان حیدری ملقب به ساسی مانکن بسیار جنجالی شد و با آنکه این ترانه و موزیک ویدیوی آن هنوز منتشر نشده، چند روزی در صدر اخبار قرار گرفته. ساسی مانکن ترانه جدید خودش را با عنوان نرسومیه در کنار ستاره فیلم‌های پرنستار به نام الکسیس تگزاس اجرا می‌کنه و همین اعتراض و انتقاد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه والدین رو به دنبال داشته. اما در ادامه این ویدیو می‌پردازیم به بیوگرافی میلاد حاتمی. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. میلاد حاتمی یکی از گردانندگان و تبلیغ کنندگان سایت‌های قمار و شرط بندی به شمار می‌آید و چندین سال است از این طریق پول‌های زیادی را کسب کرده و کلاهبرداری زیادی در این رابطه انجام داده. او همچنین از تمام روش‌های غیر اخلاقی برای تبلیغ استفاده می‌کرد. میلاد حاتمی یکی از کلاهبردارانی هستش که از محل راه اندازی سایت‌های قمار ارتزاق می‌کرد. میلاد حاتمی مدتی پیش در پیج اینستاگرامش ویدیوی رو منتشر کرد که داخل خودروی پلیس استانبول در حال بازی با آژیر خودروی پلیس دیده می‌شد و در همان زمان توسط پلیس ترکیه بازداشت شد. سردار شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در گفتگویی اعلام کرد که این خبر حقیقت دارد و این چنینی گفت: به دنبال درخواست پلیس بین‌الملل کشورمون اعلان قرمز علیه میلاد حاتم آبادی فرهانی صادر و پس از ردیابی و شناسایی در ترکیه دستگیر شد. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در ادامه گفت با تلاش‌های مؤثر به عمل آمده برای این متهم که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بوده، اعلان قرمز اینترپل صادر شد که در نتیجه این اقدامات بین‌المللی از سوی این پلیس منجر به بازداشت میلاد حاتمی و در نهایت استرداد او به داخل کشورمون شد. سردار شیرزاد بیان کرد موضوع شناسایی بازداشت متهمان و در نهایت استرداد به کشور کماکان از سوی اداره تحقیقات جنایی این پلیس تحت پیگیری جدی قرار دارد. او خاطر نشان کرد با تلاش پلیس بین الملل ناجا میلاد حاتمی از کشور ترکیه تحویل گرفته شد و امروز تحویل مقامات قضایی گردید. اما در حال حاضر همسر میلاد حاتمی و فرزندش هنوز در ترکیه هستند. میلاد حاتمی متولد دهه 60 از تهران هستش. دانشجوی انصرافی بوده. این چهره همانند بقیه شاخه‌های اینستاگرامی بعد از مهاجرت به ترکیه شناخته شد و با ساخت ویدیوهای جنجالی کم کم معروف شد. میلاد حاتمی تک فرزند هستش و پدر و مادرش ساکن تهران هستند. اما به گفته برخی رسانه‌ها بعد از موفقیت‌های میلاد حاتمی در ترکیه، خانواده‌اش رو هم به اونجا برده که این شایعی بیش نیست. اما آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده، مادر آقای میلاد حاتمی در یک آرایشگاهی در تهران مشغول به کار هستند و حتی وضع مالی خوبی هم ندارند و میلاد حاتمی بعد از اینکه وضع مالیش خوب میشه حتی به مادرش هم زیاد کمک نمیکنه و به مادرش هم رحم نمیکنه، چه برسه بخواد با اون شوهایی که نشون میداد در ویدیوهاش دست مردم رو بگیره و به مردم کمک بکنه. میلاد حاتمی بعد از مهاجرتش به ترکیه در طول روز ویدیوهای خیلی زیادی از خودش به اشتراک میذاشت که در هر کدوم با دختران زیادی در حال خوشگذرانی و تفریح بود تا اینکه با سحر آشنا شد. میلاد حاتمی و همسرش سحر چند سالی با هم زندگی میکردند و بعدش تصمیم گرفتن که بچه دار بشن. بعد از اینکه دختر میلاد حاتمی طلا به دنیا آمد، میلاد حاتمی و سحر تصمیم گرفتن که با هم به طور رسمی ازدواج بکنن و در تاریخ 18 اردیبهشت 99 در ترکیه رسماً با هم عقد کردند. اما میلاد حاتمی در ابتدا لقب آقای مربی داشت.
میلاد و حاتمی زمانی که در کشورمون بود ابتدا کارش رو در اینستاگرام شروع کرد و با آوردن خانوم‌ها در ویدیوهاش ادعا می‌کرد که من هیکل اونها رو به این شکل درآوردم و بهترین مربی هستم. از این رو به خودش لقب آقای مربی داده بود. با توجه به کلیپ‌های جنجالی از دختران لخت در پیج اینستاگرامش به علت محدودیت‌هایی از ایران به ترکیه نقل مکان کرد و اونجا هر جوری که دوست داشت در پیج اینستاگرامش ویدیوهای عجیب و غریب به اشتراک می‌ذاشت که همین کلیپ‌ها باعث معروفیت او شد. میلاد حاتمی از ابتدا زندگی نه لاکچری داشته نه چیزی، ولی کم کم به لطف همین سایت های قماری که راه انداخته بود و جیب مردم رو خالی میکرد تونست پولدار بشه و مدیر این سایت های شرط بندی هم کسی نبود جز فردی به نام مونتیگو که رئیس همه این کلاهبرداری ها هستش. میلاد حاتمی یکی از شاخه اینستاگرامی هستش که دو تا سایت شرط بندی داشت و با تبلیغات برای هر دوی این سایت ها در حال کسب درآمد بود. جالبه بدونید که تمامی این ماشین های خارجی و ساعت های لوکس و زندگی لاکچری حاتمی فقط از طریق سایتش هستش. جالبه بدونید که بعد از ماجرای محسن افشانی و میلاد حاتمی که با هم درگیر شده بودن و ظاهرن میلاد حاتمی در ترکیه محسن افشانی رو گروگان گرفته بود و یه سری ماجراهای جنجالی بینشون پیش اومده بود، محسن افشانی بعد از این ماجرا وقتی وارد کشور شد شروع کرد به افشاگری راجع به این شاخه اینستاگرامی و اعلام کرد که خود میلاد حاتمی به محسن افشانی گفته بوده که در بین این شاخهای اینستاگرامی که سایت‌های شرط بندی دارن فقط پویان و مختاری هستش با میلاد حاتمی که تمام این ماشینا و خونه‌هایی که می‌بینید متعلق به خودشون هستش و تقریبا درآمد میلاد حاتمی و پویان مختاری یه چیزی مثل هم هستش و تقریبا ماهانه حدود 1 تا 2 میلیون دلار درآمدشونه. میلاد حاتمی برای جذب فالوور بیشتر حتی به همسرش هم رحم نکرد و سحر یکی از افرادی بود که در ویدیوهای میلاد حاتمی همیشه وجود داشت و همیشه سعی میکرد میلاد حاتمی از همسرش هم سوء استفاده کنه با ویدیوهای لختی که از همسرش منتشر میکرد. میلاد حاتمی همیشه میگفت که اصلا برام مهم نیستش که همسرم لخت باشه یا اینکه لباسش پوشیده باشه، به خاطر اینکه اصلا به عنوان یک مرد من رو اینطور چیزا تعصب ندارم و به عنوان یک مرد دوست دارم همیشه همسرم راحت باشه. متاسفانه هر کدوم از این شاخه‌های اینستاگرامی برای جلب توجه بیشتر هر دروغی رو به مردم میگن. مثلا داوود هزینه همین یکی دو هفته پیش بود که گفت میلاد حاتمی مشکلش حل شده و قراره به یکی از کشورهای اطراف ترکیه مهاجرت بکنه. در صورت این که الان خود شما هم شاهد این هستید که تمام این حرفای داوود هزینه هم دروغ بیش نبود و الان میلاد حاتمی رو وارد کشور کرد. این شاخه اینستاگرامی برای اینکه بگن من صاحب استانبولم، من شاخ اینستاگرامم، من بزرگم، من علم بلم، بالاخره این دروغا رو سرهم میکنن و تحویل مردم میدن. ولی خب یک سری از افراد هستن که متاسفانه در دام این شیاطین قرار میگیرن و متاسفانه اموال خودشون رو از دست میدن. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف شیر کنید و لطفاً در قسمت کامنت ها راجع به این شاخه اینستاگرامی به خصوص میلاد حاتمی و ورودش به داخل کشور برامون بنویسید و همچنین لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. با تشکر از شما.